خب به نام خدا، جلسه پنجو شروع میکنیم. قاعدتا اول وایس میشه. خب کانورسیشن چند نفر زدن؟ یه اون یه نفر دوستان زد دست تا دست اومد. آه یه کسی نزد؟ یعنی توی دروز 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 بزنید؟ من خودم شخص هم برشت داشتم، خیلی منتظر این بزنید، وقت منتظر این بزنید، یه نفر بزنید، وقتی خب یه دور مرور میکنیم چیزایی که گفتیم رو. این تحت پا کنیم این جست خیلی برسه باشیم حتی شیمیم حتی شیمیم حتی شیمیم حتی شیمیم حتی شیمیم حتی شیمیم که چه اتفاقی تو اینترمیدیت لیرهای کانوریشن رخ میده. گفتیم که عمدتاً نه همیشه لیرهای دیتای لیرهای اول کانوریشن رو نمایش بدیم، یه همچین شکلهای باحالی به دست میاد که عمدتاً اینا دنبال یه سری اجتماع یا یه سری سطح نور دنبال یه سری نور کرده. بعد اومدیم گفتیم که اگه بخوایم لایه آخرشون رو بررسی کنیم از نیرست نیبر استفاده کردیم. گفتیم که اگه بیایم از نیرست نیبر لایه های آخر یه سری ایمیج ها رو بدیم، این لایه آخرشون رو برداریم و روی این لایه آخر نیرست نیبر بزنیم، بجانیم که روی پیکسل وریو هاشون این نیرست نیبر بزنیم، ریزالت های خیلی خیلی خوب میگیریم. مثل همین ریزالت هایی که اینجا داشته و حالا به حالتی که روی پیکسل ولیو بگیریم، این نشون میداد که لایه آخر برای کلاس های مختلف به شدت شبیه هم میشه، برای کلاس یکسان به شدت شبیه هم میشه. بعدا در مورد گایدد بک پروب صحبت کردیم که چجوری میتونیم یه سری از نوت هایی که یا یه سری از نوران هایی که اکتیویت شدن رو بکروگیشنشون بزنیم، بیاییم عقب به فضای تصویر برسونیم و ویژوالایز بکنیم. این دیدیم که در مورد همون پچی که انتظار داشتیم رو تقریبا داره بازسازی میکنه. هیچ کدوم از این موادات پیپرها رو خوندید؟ به خصوص این جنرال پرگزی که فکران در آر بودن؟ این دفعه دیگه کمتر نصف کلاس هم هم بکنیشن صفر مطمئن. ولی کلا این پیپرها رو بخونید بچه ها، خیلی خوبه. خب در مورد auto-encoder صحبت کردیم، چجوری ترینینگش رو بکنیم. گفتیم auto-encoder رو برای کارهایشون زیاده. یکی از کارهایشون که همون اولش برای همون ایجاد شده بودن چی بود؟ میتونی چند تا از کارهایشون بگید؟ کارش اول برشون داریم که جناب چون این فضای فیچر رو فشور بزادی بکنیم. گفتیم برای اینکه بتونیم به این زده برسیم باید یه سبکی چرا این داشته باشیم که گفتیم خب سعی میکنیم دوباره از همون زده شروع بکنیم، خود ایکس رو بازسازی بکنیم و از این استفاده کنیم برای مثلا تولاس میتونیم استفاده کنیم برای ترین کردن مونیم. چند تا کارهای دیگه هم داشتن که گفتیم مثلا میتونیم اون فضای زد رو از روی دیتاهایی که لیبل نداریم به دست بیاریم و حالا اون با اون مقدار کمی که لیبل داریم میتونیم یه کلاسیفایر روی مدلمون ترین بکنیم. چرا؟ چون فضای فیچرها رو کوچیک کردیم. وقتی فضای فیچر کوچیک باشه میتونیم حالا روی یه دیتاسیفی لیبلش هم هست بتونیم یه کلاسیفایر رو ترین بکنیم. یه نمونه دیگه که از کاربرداشو گفتیم این بود که میتونیم تصویری که گری هست رو به تصویری که رنگی هست تبدیل بکنیم. این خروجی خودمه. اگه نگاه بکنیم مثلا اون اصل گوشه سمت راست پایین این طرف رنگی شده، یا مثلا این فکر میکنم هواپیمانه قشنگ فهمیدم مثلا باید پشتش رو سفید بکنه، یا تو بعضی جاها مثلا رنگ ماشینا رو نتونسته خوب درست هر شخص رو باید چه رنگی بزنه، ولی کلا کارش خیلی خوبه. شما هم نمی‌رسید؟ این الان رزولوشن این میگفتید که نه؟
خب همینه دیگه 32 در 32 کارش نمیشه که. خب امروز میخوام در مورد گن آرال ها صحبت کنیم. سوال داشتید؟ از جلسه پیش جلسه آخر جان؟ جلسه آخره. نه. چرا؟ دو هفته بود. چقدر وقت برای گن گنو؟ امروز میگیم گنو؟ آره امروز سعی میکنیم آرننو بگیم. ببین گن یک فضای خیلی خیلی بزرگیه. اوکی مثلا خب ما نمیتونیم بیایم فیس آف رو که اینجا بزنیمش، میتونیم بیایم توضیحش بدیم ولی میشه لکچر. اوکی ما میاییم از همون وانیلا گن، اون گنی که عرض وانیلا وانیلا که نمیشه، اون گن اصلیه رو چیز یانگوچ فلو با فکرم با NLP زده بود. ما از DC GAN شروع میکنیم، Deep Convolutional GAN ها شروع میکنیم، میزنیم میریم جلو. حالا سعی میکنیم امروز دوتا GAN بزنیم، پیاده سازی بکنیم. بعد حالا GAN های لیول های بالاتر، مثلا Info GAN بخوای بزنی، Cycle GAN بخوای بزنی و بیای همینجور بالاتر، هم پیچیدگی زیاده، هم که تو کلاس جا نمیشه مثلا تو بعد زمانیش سر. اوکی حالا بریم جلو، اگه وقت شد میگیم باز. خب آرنه که امروز تمام نمیشه، امروز شروع میشه آرنه. بعد حالا بریم جلو، شاید اگه وقت کردیم مثلا یه سبک از گن دیگر رو هم بزنیم اگه وقت بار. خب از گن شروع میکنیم قاعدتا، چون اون اول بود اون بالا، پس گن شروع میکنیم. خب ما اینجا یه تیکت رو عدد دادیم، یه تیکت رو نگفتیم در مورد variational auto-encoder ها، شدید؟ حالا اگه دوست داشتید برید برکنید، اونا هم یه ریسرچری های خیلی خوبی داره روش ریسرچ میکنم. چیزی که به ذهن ما میاد وقتی که داشتیم حالا از اون variational auto-encoder یا از همون auto-encoder استفاده میگردیم، میگفتیم که خب ما از یه زدی میایم میرسیم به یه ایمیج، درسته؟ حالا جالب نمیشه که من بتونم این زد رو خودم تغییر بدم و ایمیج های مختلفی به دست بیارم، یه زد رو که همون زیاده شو کنم یه صفحه دیگه به دست بیارم. رو برگشنال آفتین کدر رو اومدم یه سری از این کار رو انجام دادم و به یه وزارت هایی هم رسیدم، ولی خب گن نشون داد که بعدتر از اونه. به خاطر ما چون وقت که همونی که برشن آتون کدر رو بررسی نمی کنیم، بیایم توی مزدر میام که اینه. خب مزدره که داریم اینه که یه نتورکی بسازیم به خودش ایمیج جنریت بکنیم با مسئله که الان داریم، مشکل نداریم. میخوایم مثلا همون جوری که اومدیم تصویر سیاسفی تو کردیم رنگی تو کالوریزیشن، مثلا میخوام یه تصویر رنگی جدید بسازم بگه که اصلا قبلا وجود نداشته، از این کنون گن رو از این سمت کنست. میخوام بیاریم تو گن چجوری به این مسئله جواب میدم. آه یه سال چند نفر اگه گن آشنایی دارن با استراکچرش و قابلیت هاش با قابلیت هاش نستم قابلیتاشو. خب چیاشو شنیدید مثلا؟ روش کلیشی رو جوری جنریتور آن. خب بس با استراکچرش آشنایید شما؟ با چیش آشنایید؟ Generative adversarial networks مخففه؟ آه نگفتم Generative adversarial network گن میشه Generative adversarial networks. چیزی میخواستیم بفرمایید؟ نه. اوکی خب میکنم تنبا نه خواستم تنبا داده بس نفی قدیم. اوکی این هم گفتلو اون کتاب Deep Learning MIT Press، اگه MIT Press رو اگه کرده باشید نویسندش همین ایشون نگاه میتونه. ایشون اومد به این قضیه اینطوری جواب داد که ما دو تا نتورک میسازیم، یکی جنریتوره که تلاش میکنه یه سری تصاویر بسازه، یه سری تصاویر همینجوری برای خودش سعی میکنه متناسب با زدی که بهش میدیم یه سری تصویر جدید بسازه،
من فقط میگم تصویر چون قراره کانولوشن کار بکنم. اوکی، میتونه دیستریبیوشن مختلف دیگه باشه، میتونه متن بسازه، میتونه فیلم بسازه، میتونه هر چیز دیگه بسازه. ولی چون گنگ ها به شدت با تصویر چیزن باختن، بعد من تصویر ایمیج میگم. امروز هم روی ایمیج کار سعی میکنه جنریتور یه سری تصویر بسازه، یه سری ایمیج جدید بسازه. دیسکریمینیتور میاد میگه که این تصاویری که ساخته شده هم فیکن، جنریتور ساخته. اوکی، پس دو تا نتورک داریم که متقابلا با هم دیگه در حال درگیری هستن. اگه بخوایم به این قضیه به سبک بامزه تری نگاه کنیم، میتونیم فرض بکنیم که این جنریتور دوزه است، سعی میکنه یه سری پول بسازه که دقیقا شبیه پولی باشه که بانک میده بیرون. اوکی، ما وقتی مثلا میخوایم یه سری ایمیج بسازیم، سعی میکنیم شبیه به یه دیستریبیوشن خاصی باشه دیگه. من یه ایمیج الکی که نمیخوام بسازم، من میخوام یه فیس بسازم، سعی میکنم شبیه یه دیستریبیوشنی از فیس ها باشه. درسته؟ اینجا هم بعد میگم جنریتور هی داره تلاش میکنه که یه سری پول بالایی بده، دیسکریمینیتور میاد میگه که این فیکه. اوکی، وقتی که دیسکریمینیتور میاد میگه این فیکه، جنریتور متناسب با این که اون گفته فیکه یه سری اطلاعات به دست میاره، سعی میکنه خودش رو بهبود بده. یعنی مثلا اینجا که اینجا سیویل رو گذاشته، سیویلش رو میگه اولی که دست همیشه هم اینجوری ده تحصیده ایچی نمیگه. جنریتور متناسب با اینکه دیسکریمینیتور میاد بهش میگه که این اشتباهه، سعی میکنه خودش رو هی بهبود بده. حالا یه سوالی پیش میاد، سوالی که پیش میاد اینه که دیسکریمینیتور از کجا بفهمه که این درسته یا این غلطه. دیسکریمینیتور هم یه نتورکه داریم از سر شروع کنیم. پس باید من دیسکریمینیتور رو هم یه جوری ترین بکنم، یعنی بهش یاد بدم که بتونه درست و از غلط تشخیص بده. برای اینکه بتونیم به دیسکریمینیتور یاد بدیم یا به این پلیس یاد بده که درست و غلط رو تشخیص بده، خب پلیسه که به وقت قد تعداد پلیس نمونده بینم تو آکادمی شد مثلا یه سری دیستریبیوشن از داده واقعی یا ریل مانی بهش نشون میدن، بهش میگم ببین اینا واقعیه، یه سری داده فیک هم بهش نشون میدن، میان بهش میان فیکه. اینجوری دیسکریمینیتور میتونه تشخیص بده کدوم فیکه کدوم آقای اوکی. پس یکم یه ذره بیدم خیلی سخته آقای یه ذره امرا باشید. خب اینجوری دیسکریمینیتور یاد میره که کدوم حالا ایمیجی که تولید شده یعنی مالی که درست شده فیکه کدوم واقعیه. وقتی که جنریتور یه داده فیکی می‌سازه، دیسکریمینیتور میاد بهش میگه این داده که تو ساختی فیکه. از اون بعد اعتقادی که دیسکریمینیتور داره میده میگه که مثلا این داده که تو ساختی فیکه، جنریتور میاد چیکار می‌کنه؟ خودش رو ترین میده. مثلا دیسکریمینیتور میاد میگه که مثلا اینجا شو مثلا چپ کردی، پس جنریتور سعی می‌کنه اینجا شو درست کنه. کل قضیه که گم داره اینه، دو تا نتورک داریم، یک جنریتور یک دیسکریمینیتور. دیسکریمینیتور میگه که تو داری اشتباه میکنی، جنریتور میگه هی داره سعی میکنه خودش رو بدونه بدونه بدونه. کاش همینقدر ساده بود پیاده سازی. اوکی، خب اگه بخوام یه نگاه دیگه به کل شبکه نگاه بکنیم، ما میایم یه رندوم نویز به جنریتور میدیم، جنریتور یه سری ایمیج از این رندوم نویز میسازه، یه سری ایمیج هم که از تصاویر واقعی داریم. این دوتا با هم دیگه میرن تو دیسکریمینیتور، دیسکریمینیتور میگه فیک یا ترو. کل شبکه یه همچین شکلی داره. خب حالا بریم تو معادلاتش. ندارم. اوکی، تا اینجا سوالی داری؟ ما چرا اصلا باید سری تصابه یه سری اطلاعات شانسی درست نمی کنیم؟ ما یه دیستریبیوشنی از داده واقعی داریم، ما یه مثلا تو یه دیستریبیوشنی از فیزای سلبریتی ها داریم چیزی در الان باید داریم اگه به کامان میدونم از این بزرگواران فیزاشون داری؟ حالا میخوای یه سری فیز جدید بسازی که تو این فیزا نباشه. فقط در اینکه دیتا سمت زیاد کنیم؟ نه نه، خیلی کارا میشه گرد. میتونی مثلا موبی بسازی الان؟ انیمیشن. جا؟ انیمیشن. از اونا هم میشه استفاده کنیم. مثلا یکی از کارهایی که ساکه بگم داره انجام میده اینه که مثلا شما میتونی بری یه سری تصویر بگیریم تو بهار. اوکی، بری به ساکه بگم، ساکه بگم زمستونشو بدونه. حالا شما فرض کنید که می‌خواستی یه سری تصویر داشته باشی از یه محیطی.
خب بعد دو بار بریم اونجا، یعنی یه بار الان بریم، یه بار شیشون دیگه بریم، یه بار زمستون بریم، یه بار بهار بریم. ولی اگه بریم یه بار عکس بگیریم نه، یا مثلا یه سری تصاویر نقشه رو میان تبدیل میکنن به سری تصاویر مثل گوگل مپ اونجوری کشته شده. گالری استیک خیلی خیلی زیاده، کارهایی که باشه انجام دادن عجیبه. کارهای چیز هم میکنن دیگه، فیس آف هم انجام میدن، مثلا حرف میزنی فیس طرف داره انگار داره اون حرف میزه در صورتی که اون نیست و سال بگیر از اینجور کارا میشه. خب همین رو بذار مثلا سر چی؟ بذار مثلا در یک مووی میسازی کار انگی میشه همونجوری بخواه میسازی با حرف میزنی اون مثلا برات بشنگ درستشن کارهایی شده. باید بری مثلا نگاه بود خانمه کارهایشون رو باید برید به چیز بعد توی مقالت ببینید که چقدر کارهای قشنگه. برای افزایش دادن دیوی هم شاید چیز بود. خب بریم تو معادلاتش. معادلاتش به قشنگی توضیحاتش نیست. خب اولین ایده که گوسپلو داشت این بود که بیاد این مسئله رو به صورت مینی مکس گیم حلش بکنه. مینی مکس گیم، مینی مکس کلن کامپیوتری ها میدونن، غیر کامپیوتری ها نمیدونن، درسته؟ مینی مکس یه همچین حالتیه که ما دو تا پارامیتر داریم، یکی رو میخوایم طوری اپتیمایز بکنیم که سیستم ماکس بشه، یکی رو میخوایم طوری اپتیمایز بکنیم که مین بشه. حالا با هم بیاریم، حالا با هم بیاریم جدا. اگه زیاد متوجه هم نشدید میتونید برید مثلا بک‌گراندش رو بخونید، ولی متوجه نشدید شنده‌دار رو یه چیز کلا همشه یه چیز دیگه. تو پیاده سازی زیاد چیز نمیشه براتون سنگ تأثیری نداره. خب بچه دقیق بکنید، این هر دیگه دین بینید هر دیگه دیسکریمینیتوره راحت بخندید هر داری دی میبینید دیسکریمینیتور، هر داری که بارده هم چی میبینید جنریتور. خب این مینی مکس چی میگه؟ میگه که من بخواه این معادله رو مکس کنم، برای این معادله رو مکس کنم پارامترهای تتای دی رو میخواهم تغییر دارم. تتا اگه هر دو دیسکریمینیتور یه شبکه فرق بکنیم پس تتا میشه ریتای مون شبکه. ما گفتیم که دیسکریمینیتور میاد چی میگه؟ میاد میگه که داده من فیکه یا تروه. اوکی دیگه هست. خب دو تا دیستریبیوشن هم داشتیم، دیستریبیوشن داده های واقعی، دیستریبیوشن داده های فیک. اوکی این پی دی فیک ها نشاننده چیه؟ نشاننده داده های واقعیه. وقتی که شما میاد یه سری X از پی دیتا میدید به دیسکریمینیتور، انتظار دارید دیسکریمینیتور خروجی بهتون چی داده؟ True یا یک. اوکی ما True رو میگیم یک، False رو میگیم 3. خب پس انتظار دارید به ما یک برگردونه. وقتی که این یک برگردونه خب من دوست دارم این چی بشه؟ پس وقتی بهش آفرین ماکسیموم بشه، یعنی دوست دارم هر وقت که بهش یه دیستریبیوشنی از داده واقعی بهش دادم ماکس بشه. این ماکسیموم آدمون. حالا ببین این طرف زده چی بود؟ نویزه بود. این نویزه میاد رو جنریتور. جنریتور چه اتفاقی میفته برنامه وقتی زده میاد تو جنریتور؟ خروجی جنریتور چی بود؟ یه سری ایمیجای فیک. خب دوست داریم دیسکریمینیتور بیاد چی به ما بگه وقتی یه سری دیتا فیک بهش میدن؟ صفر. اوکی پس دوست دارم این تیکه از معادله، تیکه سمت راست معادله برای دیسکریمینیتور چی بشه؟ ماکسیموم بشه؟ دوباره ماکسیموم بشه. چرا؟ چون اگه دیسکریمینیتور وقتی که داده فیک میاد بهش میرسه دوست دارم به من صفر خروجی بده. اوکی پس اگه این صفر خروجی بده بین صفر و یکه دیگه خروجیشون، هر چیزی به جز صفر خروجی بشه دیگه این ماکسیموم نمیشه، یعنی بهترین چیزی که میتونه این خروجی بده چیه؟ صفره. اوکی پس دوباره این دلیل این بود که دیسکریمینیتور رو سعی میکنم سیستم رو مکس کنم. مینش هم که خب قاعدتا واضحه دیگه، وقتی که میخوام میره جنریتور
مین بگیریم چرا میخواییم مین بگیریم؟ اول از اینکه این هیچ پارامیتری از جنریتور نداره، پس ما این کار نداریم، سمت چپیه سمت راستیه رو کار داریم. جنریتور دوست داره این تیکه چی بشه؟ جنریتور دوست داره چه اتفاقی بکنه؟ یه سری ایمیج فیک داره میساده، دوست داره وقتی که ایمیج فیک رو میده به دیسکریمینیتور چی بشه؟ دیسکریمینیتور تشخیص نداره. دوست داره دیسکریمینیتور چی بهش بده؟ فروجی یک بده فروجی. وقتی که اینجا یک بذاریم، یک منهای یک چی میشه؟ صفر. پس جنریتور دوست داره این تیکه از مدل مین بشه. این ایده‌ای بود که گوشفلو داشت. گفت من با این مسئله میخوام حلش کنم. بله. بله. از دیسکریمینیتور دیگه. خودش داره میشه. از جنریتور به جنریتور یه سری نویز میدم. اول کار جنریتوری که بلد نیست چیزی بسازه یه سری نویز بهش میدم، معلوم نیست چون اینجا یه جو گفته بود به جنریتور یه سری نویز میدم، جنریتور میاد به من یه سری ایمیج میده فیکه. من میدونم فیکه. اوکی دیسکریمینیتور نمیتونه لیبل رو چون میزنه، من لیبل رو میزنم دیگه. وقتی که ترو دیتا رو بهش میدم میگم لیبل واقعی این یکه، وقتی که فیک دیتایی که جنریتور داده بهش میگم ببین این فیکه، لیبلش هم صفره. ما اینجا با لیبل کار میکنیم دیگه، دیسکریپتور که آدم نیست. بهش که لیبل بدم این یکه این صفره، خودش بر اساس اون ترین میشه. اوکی خب این چیزی بود که تا اینجا با هم بررسی کردیم. من زیاد نمیخوام وارد مباحث چیزش بشم، مباحث یعنی این معادله چجوری کشیده شده، ولی اگه بیایم این تیکه از لاگ یک که منهای دی جی زد رو بکشیم بر اساس دی جی زد، خب یه همچین معادله بگوشیم، یه همچین لندسه بیدار که اگه اینو مشتق بخواید بگیرید توی این تیکه مشتقش در دوان چه بنده؟ صفر. رسته دیه چیه زد اینجا چقدره؟ این صفر این یک دیه چیه زد الان چقدره؟ صفر. یعنی دیسکریمینیتور به داده هایی که جنریتور ساخته خروجی چی داده؟ صفر داده. گفته که فیکه، یعنی جنریتور چیکار کرده؟ خیلی گند زده، یعنی قشنگ با احتمال 100 درصدی گفته اینا فیکه. حالا جنریتور باید بیاد از این تیکه از لندسکیپ من اطلاعات داشته باشه دیگه، درسته؟ ولی خب مشکل چیه؟ وقتی ما میخوام از این تیکه مشتق بگیریم مقدار گرادیت چقدر میشه؟ تقریبا صفر میشه. یعنی اون جاهایی که جنریتور داره گند میزنه نیاز داره که یک گرادیت خوبی بیاد تا آپدیت بکنه خودشو، آپدیتی که بهش میرسه عملا صفر. حالا برای اطلاعات کاملش میتونید مقاله هم بخونید. وقتی که این لندسکیپ رو دید، گوشفلو اومد لندسکیپ رو عوض کرد. گفت به جایی که من لاگ یک منهای دی جی زد رو برای جنریتور مینیموم بکنم، میام چیکار میکنم؟ لاگ دی جی زد رو مینیموم میکنم. اوکی؟ وقتی که اینو بخوام مینیموم کنم، لندسکیپ چی میشه؟ عوض میشه. حالا وقتی که دی جی زد داره گن جنریتور داره گند میزنه و دیسکریمینیتور با احتمال خیلی بالا میگه که این فیکه، مشتق ما چجوریه تو اول نمودار سبز؟ مشتق زیاده و جنریتور هم میتونه خودشو آپدیت بکنه. اوکی؟ که اومد گفت که پس من میام گرادیت اسنت میزنم رو دیسکریمینیتور رو این حالت، برای جنریتور میام لاگ یه جزت رو مکس میکنم، معادلاتش رو عوض کرد. بعد دوباره خودش برگشت گفت که این دوتا رو به صورت جوینتلی ترین کردن مشکل ایجاد میکنه، به خاطر همین الان ما وقتی داریم پیاده سازی میکنیم یه بار دیسکریمینیتور رو آپدیت میکنیم بعدش رو، بعد دیسکریمینیتور رو آف میکنیم، جنریتور آپدیت میکنیم، بعد جنریتور میره کنار، دیسکریمینیتور آف، جنریتور رو که آپدیت میکنیم ادورسری رو آپدیت. اگه توضیحات بیشتری در مورد اون لندسکیپ میخواید باید برید تو مقالش، حالا اگه سوالی هم دارید بگید، چون این تقریبا کل مفهومه داستانشه بشون.
هایی که واقعی که کاری نداره مثل اکثر واقعیه ولی داده های فیک باز پای همی مثلا از رنگ های رندوم هم باز واضحی که فیکه ولی مثلا داده های فیک به لیبل سر آره خب اینا دقت بالاش چجوری درست کنن به مرور زمان یه پولی که مثلا یه مشکل داره مثلا این رو سیمی داشت برای از کجا برمیره این داده ها رو داده چیشو فیک ها؟ جنریتور داده فیک بزاده دیگه درسته؟ جنریتور چجوری پاس این داده هایی که یک کم فیک ترین کنه؟ مهم نیست که دیسکریمیتور برمان یک کم فیک ترین میشه میبینه که این فیکه خب خودش هم وقتی که از ابتدای کار دارم شروع میکنم داده فیک ها کلا کی میسازه؟ جنریتور اول ترینینگ من جنریتور چیه؟ دیتاش رندومه اولا خروجیش فوق داده فیکه یعنی خروجیش اصلا هیچ نگاه بکنیش معلومی نداره بس وقتی که این دوتا رو بدم به دیسکریمینیتور دیسکریمینیتور که خیلی خوب میده در شده مثلا ریل نهیم مثلا فیک خودا چیزه که جنریتور که سازه حتا فیک میده ساخته مثلا همیشه بهش نیمه دو سرف میزنی میده میدیم به دیسکریمینیتور هرچی که دیسکریمینیتور بچه یه لحظه بریم دفعه شیرتی هم یکی بره برای جمع بگیم آره دیگه دا بگیم دا هر شده کسی بگیم با دقیقه بیشتر شده باشه در حدیث اینجوری شده باشه ما تقرانیش نمی کنیم ما فقط فرمانیش نمی کنیم برای این که ببین مسئله چیه؟ مشکلی که ما داریم وقتی اینا رو مشکلی که گند داره کلا آنستیبیلیتی شده آنستیبیلیتی چطوری به بودیم یا؟ اگه دیسکریمینیتور رو تو خوب یاد بگیره که فیک رو از شروع تشخیص بده چه با ما میفته؟ از این گند جنریتور ترین نمیشه چون قشن تشخیص میده دیگه هر چی بده دیگه فیک 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 این اتاق دیگه نمیشه اگه جنریتور یه مقدار زودتر آپدیت بشه سر طرف دیسکریمینیتور باشه چی میشه؟ دیسکریمینیتور نمیتونه تشخیص بده که این داره فیک میده اینا هم میزنن چون بعد دیگه جنریتور باز همینجوری یه چرت و پرت هم بگه این میگه که خب چطوره دیگه اوکی بعد سیستم دوباره کلاس میشه اصلا باید یه حالت استیبل بین دیسکریمینیتور و جنریتور با هم دیگه برن اگه یکی یه ذره جلوتر بیفته این اینجوری که تولید میشه یا حالا هر چیزی که دارید تولید میکنید نگاه بکنید میبینید که و مقالات خیلی زیادی در مورد اینکه اینا رو چجوری بلنس بکنید ساخته شده یه سری از مقالات هست که آنو میدم در مورد اینکه چجوری این رو استیبل بکنید چون یکی از آن استیبل ترین سیستم هاست هدف اینه که جنریتور و دیسکریمینیتور بشه. هر دو باید در یه حد باشن که ببین این دوتا لازم و ملزوم هم تو اگه دیسکریمینیتور خوبی نداشته باشی نمیتونه به این بگه که تو داری اشتباه میکنی این یه ذره هم خوب کار بکنه دیسکریمینیتور که آره همین خوبه و دیگه اونم همینجوری میدونه بعد باید دیسکریمینیتور دو خیلی خوب باشه که اینو هی مجبور بکنه که بهتر و بهتر باشه حالا دیسکریمینیتور دیگه یه ذره بزنه جلو تو بهتر شده هم این بیچاره دیگه خودشو نمیتونه برسه به جای دیسکریمینیتور یه لاس بهتر رو بزنم چون اسم کارم فقط روی لاس حساب میکنم لاس نه لاس حساب نمیکنم دیسکریمینیتور یه شبکه است یاد میگیره که چه جوری چه فیچرهایی رو از ایمیجی که بهش داده میشه بکشه بیرون تا بفهمه که این فیکه یا تروه ولی هدف ما فرصت که جنریتور رو بوده شما جنریتور رو خوبی داشته شما خودش بگیم که تصویر داری میسازی چجوری بهش بگیم بده؟ با این لاست چجوری بگو مثلا بکن چجوری بهش بگیم بده؟ بعد گرادینتی که بهش میدم چی باشه مثلا؟ چقدر بده مثلا؟ یه ذره کچ کرد مثلا چجوری بگم یکم بده؟
بعد ما میخوایم این دیستریبیوشن یاد بگیره. اوکی، این چیزی که شما میگید این وقتی که تو فیکس دیستریبیوشن اصلی خودت داشته باشی، خب اکسپلیسیتلی داشته باشی، بعد بیای اختلاف این دوتا دیستریبیوشنی که جنراتور داره میسازه با اکسپلیسیت دیستریبیوشنی که خودت داری رو اینا رو مثلا اصلا کم کنی، بگی ببین اینقدر فاصله داری سعی کن خودت بذار. خب ما که تو اگه می‌خواستیم این کارو بکنیم اکسپلیسیت دیستریبیوشنی که نداریم، مثلا شما رو ام استیتاس مثلا اکسپلیسیت دیستریبیوشن داری یه سری ایمیج هم دیگه. اوکی، پس میایم چیکار میکنیم؟ یه نتورک میاریم یاد بگیره دیستریبیوشن واقعی داده های من چیه، یه نتورک دیگه تشخیص بده که این توی دیستریبیوشن واقعی داده های من هست یا نیست، یه نتورک دیگه سعی میکنه دیستریبیوشن واقعی داده های من یاد بگیره، جنراتور داره سعی میکنه دیستریبیوشن واقعی داده ها رو یاد بگیره، دیسکریمیناتور هم داره سعی خودش رو سعی میکنه که این رو بفهمه که این فیکه یا نه. اینا توامان با هم میرن بالا. خب بریم جلو. آقا من یادواری گرادیان اینجا کمه دیگه بازم میشه یک کاره کرده اونی بهتر نیست؟ چرا بهتره؟ خواهی کنم چه پروسه اینجا؟ ما میتونی مثلا خودت داری بریم ریسرچ انجام بدی بگی مثلا با این میشه یک کاره کرده میتونی کار رو بکنم. اون من میگم باید من رسیانه چه این بخوندی دلائل سودشون دقیقترش بروسن. خب الگوریتمی که گن رو باش پیاده سازی میکنیم اینه، اگر نگاش کنیم همه نگاش کنیم ابتدا ما میان چی کار میکنیم؟ میان البته یه سه ایتریشن باید داشته باشیم، میان به اندازه کابار یه مینی ورش از نویز ها میسازیم زدیه ایتر دو بلا یه مینی ورش هم چی میسازیم؟ عددهای واقعی میسازیم. اوکی، از یه زد دارم این دیگه که تو خط اول درست شده یه دونه هم یه مینی بچه از ایکس دارم تو خط دوم مثلا میرید از همون دیتا ستی که دارید برمیدارید. آره، این دوتا رو هم میریم به همون معادله که اون طرف داشتیم. با این کار اگه نسبت به تتای دی مشتق بگیریم داریم چیکار میکنیم؟ پارامیترهای دیسکریمیناتور رو آپدیت میکنم دیگه، درسته؟ این لاست فانکشنش میشه دیگه، این پارامیترهای این آپدیت میکنم. بعد اینکه ما دیسکریمیناتور به اندازه کا بار ترین کردیم میام روی چی؟ میام روی جنراتور. در نظر تو جنراتور رو چجوری باید آپدیت بکنیم؟ اگه بخونید چه هم نمید بهتون کنم؟ چیز؟ یه نکنم چون که نمید بهتون کنم؟ سخته بگیرم یه مینی بس از نویز میگیم. اوکی، میدمش به جنراتور، جنراتور یه سری دیتا فیک میسازه، دیسکریمیناتور میاد تشخیص میده این دیتا فیک یا فیک نیست. آره، خب یه لیبل هم میخواد دیگه، لیبلش چی میدیم؟ لیبلش چی میدیم؟ لیبلش فیکی دیم یعنی چی؟ صرف میدیم؟ صرف میدیم؟ همه صرف میدیم؟ من میخوام این دو چی رو آپدیت بکنم؟ جنریتور میخوام. جنریتور دوست داره دیسکریمیناتور رو چیکار کنه؟ بول بزن. پس اگه بیام اینجا صفر بدم لیبل ها رو، عملا دارم چیکار میکنم؟ به جنریتور میگم ببین یه چیزایی بساز، یه دیسکریمیناتور بتون اونا رو خود فیک تشخیص بده. بسه؟ ولی اگه بیام به لیبل هایی که به ایمیج هایی که جنریتور میسازه لیبل یک بدم، بهش چی میگم؟ بهش میگم سعی کن یه سری ایمیج هایی بساز یه دیسکریمیناتور خروجیش برای اون ایمیج ها یک باشه. معلومه؟
دیسکریمینیتور اینجا داره زنگ میشه دیگه. یه فور نام را ترینینگ ایتریشن داریم، اول دیسکریمینیتور رو آن میکنیم این فور، بعد میایم جنریتور رو آپدیت. اینا با هم دیگه میشینن. من فقط لیبلینگ دارم معنی دید اینجا چرا لیبلی که برای این سری از ایمیج ساخته میشه یکی میشه نفهمیدید کجا شد بعدا بالا بیا ما یه سری ایکس داریم یه سری وای داریم وای که میگه همون لیبل اوکی من یه سری زد دارم یه سری هم ترو دیتا دارم اوکی از دیستریبیوشن ترو دیتا دارم درسته این مثلا 32 تا است اینم 32 تا است بعد 32 تا هم لیبل باید برای هر کدوم داشته باشه قبوله؟ ما الان اینجا میخواییم دیسکریمینیتور رو آپدیت بکنیم با من این؟ دیسکریمینیتور وقتی که ترو دیتا بهش میدم باید چی بده؟ یک بده خب لیبل های من برای ترو دیتا باید چی باشه؟ یک باشه درسته؟ پس وقتی که 32 تا مثلا ایمیل میکشم بیرون باید 32 تا لیبل چند چی بسازم؟ یک بسازم حالا این زدا رو میدم به جنریتور خروجی جنریتور میدم به دیسکریمینیتور من دوست دارم خروجی دیسکریمینیتور چی باشه؟ صرف یه باید تشخیص بده که این لیبل صرف خب وقتی که دارم لیبل میسازم برای این زدها لیبل هم باید مقدار شرط باشه صرف باشه چون راجب این دوتا باید با هم یکی باشن دیگه این مقدار شرط باشه این همون ناگهانی بوده ها بچه این تیکه ای که مثلا اگه این یک منهای وای حد باشه یک منهای که یک منهای که ضرب میشن بدون این باشه بخاطر اوکی این همون باینری لاگ لاگ بوده خب دیسکریمینیتور اوکیه چرا به این چوبه یک میدن به زده سه میدن حالا میخوام جنریتور رو لیر بکنم وقت گفتم وقتی که داریم جنریتور رو لیر میکنیم پارامیترهای دیسکریمینیتور رو چیکار میکنیم فریز میکنیم که دیسکریمینیتور ترین نشه قبوله یه سری زد کشیدم بیرون مثلا یه سری نویز ساختم 32 تا نویز ساختم اینا باید لیبل داشته باشه دیگه باید لیبلش هم بسازم وقتی که این زد رو میدم به جنریتور جنریتور یه سری ایمیج فیک بهم میده حالا این ایمیج فیک رو میدم به دیسکریمینیتور جنریتور دوست داره که دیسکریمینیتور کلیشی باشه یک باشه پس برای این وقتی که این زد رو میدم لیبل ها باید یک باشن دیگه که این دوتا مثلا اگه دیسکریمینیتور کلیشی صفر داد با این لیبل یکی که چک بکنه این یک گرادینتی ساخته بشه برگرده بیاره این همون داگلاگی بود آقا یعنی باینری کلاسیفیکیشن کراس انتروپی حالا دیگه اون یه منفی بذاری بکنش اون دیگه زیاد مهم نیست یه بار که ما هم نیست تا آخر نه ببین تا آخر این دفور تا آخر کار آره کابار انجام میدیم چرا؟ چون گفتم اینا باید تو امان پیش آمان تو نمیتونی دیسکریمینیتور فوق العاده قوی بسازی بعد حالا شروع کنی جنریتور آپدیت بکنی همین ما مثلا رسیدیم اون اینجا بعد دیویزش کردیم که آمدیم جنریتور جنریتور آپدیت آره خیلی اون الگوریتم میشه که زد پیاده سازی شد خیلی سازی یه بر نمیگردیم به این که بخواهم دیسکریمینیتور آپدیت کنیم هیچ بر چرا دیگه این فور بالاسنگ داد دیگه اون فور تموم میشه دیگه نه این فور اینجا تمام میشه این فور کا بار میای دیسکریمینیتور رو آپدیت کنی برای یک بشه بعد یه بار میای جنریتور رو آپدیت کنی یه فور دیگه اینجا هست برای این بعد میای دوباره یه یک بشه دیگه بگه جا افتاد مثلا گرفتید الگوریتم چیه؟ تو فور اولیه چه جنریتور وجود داره اصلا اگه دیسکریمینیتور داره ترک نمیشه چرا؟ بس اون جنریتور چرا؟ اون خروجی جنریتور من فیک من میخوام یه سری داده فیک داشته باشم من کجا بیارم به جنریتور میگم یه سری داده فیک برم بساز دیگه اوکیه این تیکه که نوشته دیگه که من هایی دیه تتا جیه دفل جیه زه این خود جنریتور بهش میگم پریویز کن به من یه سری دیتا بده یه بار ما همیشه یه مینی بش از داده هاست جان هر سری فقط یه زد
نه دیگه یه مینی بچ از بتا این یه سیگما دیگه سیگما از یک تا پنج مینی بچ که وکتورایز میشه برای ما توی جی پی یو فرق نداره اصلا شما فرض کنید که مینی بچ یه دونه ایه یه دونه زد یه ایمیج یه دیگه اوکی یه دونه زد داشته باشی مینی به جی زد جنریتور یه ایمیج شکل می‌سازه میده به دیسکریمینیتور مثلا اولای کار باشه میاد میگه که احتمال با احتمال مثلا 10% اوکی مثلا نمیگه صفر هم صفر نداره مثلا میگه 10 اوکی خب جنریتور دوست داشتی خروجی چی بده یک یا عدد نزدیک به یک وقتی زده یه دهم و یک رو ببریم توی اون باینری لاستی که داشتیم یه مقدار بزرگی میشه این گرادینت برمیگرده چیکار میکنه جنریتور رو آپدیت میکنه ولی مشکل اینجا چیه؟ مشکل اینه که وقتی این گرادینت داره برمیگرده اول از کی رد میشه؟ دارم نشونش میدم ما بشنم از دیسکریمینیتور رد میشه دیگه چون اصلا این دیسکریمینیتوری که اومد یه دهم داره ولی ما اگه نمیخوایم دیسکریمینیتور رو بر اساس این اطلاعات آپدیت کنیم دیسکریمینیتور رو فریز میکنیم که آپدیت نشه گرادینت همینجوری نشه لو بشه بیاد فقط جنریتور آپدیت کنه حالا این دیسکریمینیتور رو دیدیم که صدایی که میگیری و یاد بگیر چجوری ازش استفاده بسازیم ولی خب زدا رو هم که نمیم نمیشتم دیسکریمینیتور زدا هم گیره دیسکریمینیتور زدا هم مثلا یونیفورم بگیم خروجی میگیریم حالا میریم جلوتر مثلا تو اینفوگرام اومدن گفتن که اوکی مثلا شما دارید فیس میسازیم اوکی یه فیس رو جنریت میکنیم حالا بیاین مثلا بذار استایلش شما هست اون استایلر رو نشون بدم که مثلا تفاوت زد ها رو چجوری کنترل کردن اوکیه؟ خانم دهانا اوکی اومدن یه سری کارهای کنترلی انجام دادن روش دیدن که عمدتاً بهتره که کا برابر با چی باشه؟ یک باشه یعنی یه بار دیسکریمینیتور آپدیت کنم یه بار هم با سر جنریتور بعد میرم ایتریشن بعدی یه بار دیسکریمینیتور یه بار جنریتور خب بعد از اینکه ترینینگ انجام شد کدومش رو بندازیم دور؟ دیسکریمینیتور رو که از این دور دیگه چون دیگه نمیخوام یه نفر بیاد بگی که آره جنریتور خوبه خب من میدونم جنریتور خوبه دیسکریمینیتور میندازم دور به جنریتور میگم مثلا جنریت کن برای من ویدیو جنریت کن به ما یه دور برای من فرستادی از بشه دیویدی هم واو فیلم جنریت کن من نه رفتم نه بیان چیکار کن خب کاری که خود چیز انجام داده بود ایام گفت خدا انجام داده بود یه همچین چیزایی بود که مثلا یه سری ایمیج هایی که جنریت کرده بود این شکلی بودن زیاد کیفیت خوب نیست کیفیت که خود خروجی های ایام ها روی سیفار ده ولی خب این خودش استارت بود بعد این سال 2016 یه مقاله کنترلی انجام دادن و اومدن دیسیژن رو معرفی کردن گفتن که خب میتونیم بیایم از دیسیژن چه دیپ کانولوشنال گنس میتونیم بیایم از کانولوشن ها استفاده کنیم برای اینکه نتورک جنریتور و نتورک دیسکریمینیتور رو بسازیم یه سری نکات هم اینجا گفتن که ما رعایتش میکنیم مثلا گفته پولینگ لیر ها دیگه حذفش میکنیم از کانولوشن های استریت دار استفاده کلا پولینگ لیر داره که دارید کسی استفاده نمی کنه خیلی کم شده استفاده هاش خیلی خیلی کم شده استفاده فقط بکنم به عنوان اون گلوبال ابرویج بولینگ آخری کامپلوشن بعدش میتونم که این کار فلاتینگ رو انجام خیلی جا اونم برمیدارم لکاما برای این پولینگ دیرم یه مقاله کنترلی بود که اومده بود تست کرده بود که اگه کولینگ لیر رو برداره به جاش بیاره یه کامپولیشن بذاره که استرایلش دو باشه چه اتفاقه به این ریزالت رسیده بود که بهتر حالا این هم گنها گفته که بهتر کولینگ لیر رو حسش بکنه یه بحث دیگه آورده این مقاله گفته بچ نورمالیزیشن رو توی جنریتور و دیسکریمینیتور انجام بدیم فولی کانکتد رو حس بکنیم گفته بود که ریدیو و اکتیویشن تو جنریتور استفاده میکنیم به جز لایه آخر که از تانجانت وایپر بریک گفته استفاده میکنیم ولی چون ما تو جنریتور خروجی امروز داریم با
ایمیز کار میکنه پروژه اون بین صفر رو یکی به خاطر من سیگمویل هست سیگمویل تشون از حساب تامل برای برای این مسئله مستقیم ولی کلن رو گفته بودن که تامل برای روی کشه چرا بچه رو ما زیرو میلی میگردیم اگه بکن باشه و تفصیل برای بزرگترین بزرگترین بیزه داری رو میگردیم این بین چند تا چند میشه یه ایمیج داشت زیرو میلی بکنیم و تفصیل برای بزرگترین بیزه داریش بکنیم رنج دازه همون از چند تا چند میشه بچه ها زیرو میلی میکنیم هم به یک و مصده ایم آنجا تاکی بولی که کارش چیه؟ آنجا تاکی بولی که دونه اکتیویشن فانکشن رو بین مرکی یک و مصده تو دیسکریمینیتور هم که گفته از بیکی ریلو استفاده کنیم برای اکتیویشن فانکشن میشه با آلفا دو در همه شما این هم مقاله خیلی خیلی خوبیه 2016 و من خیلی به گنگ کمک کرد به نحوه آپتیمایز کردنش چجوری بتونیم یه مقدار گنگ ها رو بیشتر استیبل بکنیم من میگم بخونیدش حالا دوستش بخونیدش مقاله خوبیه خب برای جنریتور اومدن یه همچین مدلی مثلا پیشنهاد دادن گفتن که با همون سبکی که توی کانولوشن داشتی میتونیم کار بکنیم رزولوشن جنریتور رو بگیم برعکس جنریتور یه زد میگیره از یه فیلتر سایز بزرگی شروع میکنیم یعنی کم 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 میکنیم در این که فیلتر یا چنل رو داریم کم میکنیم رزولوشن داریم زیاد میکنیم تا برسیم به همون دیتایی که داریم اگه دیتا همون سه بودی چیز باشه RGB باشه فیلتر آخرش باید سه باشه دیگه تو همین مقاله اومدن یه همچین تصاویر رو اینا تصاویری که جنریت شدن جایی نیستن اینا جنریت کرده یه سری دیتا ست بدروم هست اومدن روی این دیتا ست بدروم ترین کردن و نشون دادن که میشه همچین چیز رو از جنریتورش بیرون یه همچین حالاتی رو هم دوباره ازش ساختن اینجا نشون دادن که مثلا لیتن کود یا همون زدش رو کم و زیاد بکنن یه سری تغییرات کنید تو هر رو احساس میکنید یه سری تغییرات رو میبینید از شب دراز به صورت گرانتیلی داره تغییر میکنه آروم آروم داره تغییر میکنه شاید مثلا این سطح دوم رو نگاه کنه خیلی قشنگ نباشه این پشتش انگار کمد دیواریه درسته؟ این زد آروم آروم تغییرش دادن تغییر شده به چی میکنه؟ یعنی زد شما میتونی آروم آروم تغییر بدهید یه سری اتفاق خیلی باید از این تصاویر توی مقاله خیلی زیاده از این تصاویر این کارهای باحال و قشنگ هم کرده میتونی توش برای اینترپرت کردن از زد ها نگاه کنی خب یه حرکت دیگه انجام دادن گفتن که ما با زد یه سری خانمایی که دارم میخندم میسازیم یه سری خانمایی که هیچ استایل خاصی ندارم همجوری موندن رو داریم و یه سری آقایونی که هیچ استایل خاصی ندارن اگه زده خانمایی که دارم میخندن از خانمای نیوترال یا اما هیچ استایل خاصی ندارن کم بکنیم بعد آقایون نیوترال بکنیم داریم یه سری آقایون داریم که دارم میخندن یه خروجی جنریتور رو بگیریم یه سری آقایون داریم که دارم میخندن یعنی این زدها رو میشه قابل تفسیر کردن بعد تو استکن و تو اینفوگن اومدن اصلا چیز کردن یه دیسنگل زد هایی ساختن که شما خودتون مثلا میتونی زد رو کم و زیاد بکنید که مثلا میزان خنده زیاد بشه میزان کم بشه این هم یه نمونه دیگه است اگه آقایینی که عینک دارن رو به نوعی آقایینی که عینک ندارن و بعد به خانمایی که عینک ندارن بکنیم یه سری تاثیر از خانمایی داریم که عینک دارن میشه راحت میشه آزد این ایسا و تو فکر کنی یه سری دیتا میخوای به این سالگی میتونی چند تا رو با هم ترکیب کنی یه سری که الان دیگه این مرحله گذشته الان دیگه آقا معلوم نیست گم به کجا داره میره خب تو 2012 تو 2017 گم واقعا اصلا امیزینگ بود الان هم که خیلی خیلی ولی تو 2017 یه دفعه یه آدم داخل اومد خیلی زیاد
مثلا سایگر گرم اومد همون چیزی که گفتم برای شما مثلا بقا رو تبدیل میکنه به زنسی پیکسل تو پیکسل اومد چیز رو پر میکنه تو مثلا H به H میدی بین H رو پر میکنه مثلا مخ به H میدی تبدیل میکنه مثل مخ گوگل مخی که این گوگل مخ به این چیه این سطورایی دوست یا خیلی کارهای دیگه واقعا که فوق‌العاده خیلی زیاده مثلا اینجا اسما رو بهش میدید بهتون زبرا فارسی چی میشه؟ خط خط یا تو دوباره ساکنگی هم اومده بود اپلو به آرنج تبدیل کرده بود اینا رزولوشنش خوبه خیلی بودم بهتون چیکار میکنی یادم نیست قابلیتش خیلی زیاده این سایت گنزو میکنی مدرسش هست کلن مقالاتی که در مورد گن هست رو بر اساس حروف الفا ترتیب کرده این اگه A, B, C تا L رسیده یعنی نمیدونم 20 تا 30 تا مقاله هست که تو فقط تو تصویر تا L رسیده یعنی حجم عظیمی از مقالاتی که در مورد گن هست تولید شده و میتونید تو این گنزو برید همه اینا رو چیز کرده دیگه جمع آوری کردم خیلی زیاده خیلی خب یه سری این آدرس هم توش یه سری تریک هایی میده که چجوری گن ها رو آموزش بدیم چجوری چونشون بکنیم چجوری استیبلشون بکنیم چون گن ها به قدری محبوب شدن که دیگه این اومدن یه همچه سایت هایی ساختن افرادی که تو گن هرفی بودن اومدن یه سری تریک هایی دارن که چجوری گن ها رو استیبل تر بکنم همون یه خلاصه کوچیکی که داشتیم در مورد گن ها خوبی شده اینه که میتونیم یه سری تصاویر خیلی خیلی تمیز و زیبا داشته باشیم بعدی شده اینه که استیبل نیستن این خط دومش هم یکم باید جلوتر برید تو معادلاتش یه سری بحثا به خاطر بحثا ما این جلسه رو فقط داریم اوکی سوال بچه میدونید که وقتی میگم سوال اینجوری یعنی بعدش باید پیاده سازی بکنید و سوال اینجوری بپرسید چیزی نداره یه گن میخواید پیاده بکنید اصلا نگه نمسید سوالی دارید هم دیگه فایده که دادم بهتون امیدوارم که شما اونجور نگاه میکنی یعنی داری گیرد از دارم فایده که دادم دارد کردی؟ آبلو هم جدید و مجده دارم خب